دکتر شفایی در پاسخ به نگرانی آشنایانی که نسبت به خطر دستگیری و غارت اموال و خانه هشدار می‌دادند، درباره آمادگی خود برای گذشتن از همه چیز خود گفته بود: برای بت‌پرست بودن نباید حتما لات و عزا را بپرستی. همین که زندگیت و جاذبه‌های آن، شغلت و خانواده‌ات برایت ارزشمندتر از خدا باشد، بت‌پرستی. سرانجام در روز 5 مهر سال 60، مجاهد شهید دکتر مرتضی شفایی به همراه همسرش مجاهد شهید عفت خلیفه سلطانی و یکی از فرزندانش به جوخه اعدام سپرده می شود و او همچنان که عمری را برای درمان دردهای مردم محروم سپری کرده بود، خون پاک خود را برای درمان بزرگترین درد مردم ایران، یعنی حاکمیت سیاه آخوندی و در راه تحقق آزادی نثار کرد. خانواده قهرمان شفایی با تقدیم 6 شهید سرفراز که عبارت بودند از دکتر مرتضی شفایی، مجاهد شهید عفت خلیفه سلطانی، مجاهد شهید جواد شفایی، مجاهد شهید مجید شفایی، مجاهد شهید مریم شفایی و همسرش مجاهد شهید حسین جلیلی پروانه، صفحه سرخ و درخشان دیگری را در دفتر انقلاب نوین مردم میهنمان گشودند و به خمینی و آخوندهای پلید او نشان دادند که میان مجاهدین و ارتجاع غدار هیچ رابطه‌ای جز نبرد وجود ندارد. نبردی تا آخرین نفس، تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر و تا روزی که این رژیم پلید ضد انسانی از بیخ و بن ریشه‌کن شود و از راه و رسم ننگین ارتجاع و دجالگری اثری باقی نماند. عزم تک تک اعضای این خانواده مجاهد در خروج‌های اشرفیان و قیام‌آفرینان در حال پیشتازی است.